بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز حتما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در مورد نماز بی خاطر دارید که ایشان فرمودند مثال نمازهای پنجگانه مانند این هست که در جلوی خانه شما نهری باشد و در آن پنج مرتبه در روز غسل بکنید فرمودند فذلک مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا الله متعال با نمازهای پنجگانه هم گناهان شما را همین گونه از بین میبرد و پاک میکند چرا مثال نماز یه قاعده در شریعت هست که الله متعال میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی ها بدی ها رو از بین میبرند این نیکی هایی که در نماز هستند چه اندازه هست؟ به طور مثال سوره فاتحه رو وقتی که ما نگاه بکنیم سوابی را که الله متعال به خاطر قرائت سوره فاتحه به ما میدهد چه اندازه هست؟ سوره فاتحه 125 حرف هست و ما هر روز سوره فاتحه را در نمازه های فرض که 17 رکت هستند باید بخونیم جز ارکان نماز هست اگر 17 را ضرب کنیم در 125 می شود 2125 و بنابر یک قاعده ای که در شریعت اسلامی هست که الحسنه به عشر امثالها هر نیکی رو الله مطال ده برابر حساب می کند اگر این عدد رو ضرب کنیم در ده بیست و یک هزار و, دویست و خواهد بود بعد از نمازهای فرض در سنت های یومیه که دوازده رکعت هستند در هر رکعت باید سوره فاتحه را بخوانیم پس بنابراین دوازده ضرب 125 می شود 1500 و, و هر نیکی ده برابر 1500 ضرب 10 می شود 15 هزار و 15 هزار را به 21 هزار و 250 می شود 36 نیکی یعنی در نمازهای یومیه عم از فرض و رواتب شما فقط با قرائت سوره فاتحه 36250 نیکی کسب میکنید و همون گونه که الله متعال فرمودند ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی ها بدی ها را از بین میبرند و وقتی که شما نماز میخوانید نماز شما سبب زدودن گناهان شما خواهد بود الان در نماز شما چه مقدار قرائت را طولانی کردید از کار و اوراد داخل نماز و اون حس و معنویتی که شما دارید اخلاصی که دارید در مضاعف بودن ثواب چه اندازه اجر و پاداش و چه اندازه تاثیر زیادی دارد اون به جای خودش حد اقل در نمازهای فرض و رواتب روزانه فقط به خاطر سوره فاتحه 36250 نیکی به شما میرسد اما مواظب باشید این نیکی هایی را که کسب کردید با گناه و معصیت و ظلم و ستم و غیبت دیگران این حسنات خودتان را از بین نبرید بگذارید که این حسنات و نیکی های شما گناهان شما را از بین ببرند